امکان پذیر نبوده. از نخستین کسانی که در این مورد نقد کرده به موضوع حجاب آخوندزاده هستش که در اون مکتوبات معروف به مکتوبات کمال الدوله و در نامه های دیگری که از او باقی مانده سخت به حجاب میپردازه و میگوید که این حجاب در واقع 40 سال پیش از مشروطه اون رو نوشته و میگوید که طایفه، یعنی در مورد زنان می‌نویسد که اونها رو در حبس و حجاب نگاه داشتند و به اونها در واقع میتازه به این موضوع و حجاب رو یک حبس، ببخشید من صدام گرفته، حجاب رو یک حبس ابدی زنان میخوانه و معتقد استش که به هر حال این روشی است که باید برکنار شود و برانداخته شود و سخت مخالف حجاب بوده. و در نامه‌ای هم که به نویسنده یک کلمه مستشار دوله تبریزی نوشته باز به همین موضوع اشاره میکنه و حجاب رو یکی از بزرگترین موانع پیشرفت زنان در ایران میخونه. انسان بسیار بسیار پیشرفتی در این زمینه بوده و جای شگفتی است که فردی مانند میرزا ملکم خان که خودش ارمنی زاده بوده و در خانواده‌ای بدون حجابی بزرگ شده بوده و بعدها به سفارش پدر مسلمان شده و سالهای زیادی رو هم درازی رو هم در خارج از ایران میزیسته، به خیلی از مسائل دیگر اشاره میکنه ولی کمتر به حجاب اشاره کرده و دغدغه حجاب به اون صورت نداشته. بیشتر مردهای اهل سیاست و دانش هم در اون دوران دغدغه حجاب اونقدرها نداشتند و میرزا آقاخان کرمانی شاید از همه صریح‌تر در هشت بهشت در واقع پیرامون همین موضوع قوانین و شرایعی که از هشت بهشت در واقع پیرامون وابستگی، یعنی این جوامع جمیع قوانین و شرایعی که میگوید که این اخلاق قومی دوران پیامبر است که زن رو در یک حجاب میکنند و این برای تأدیب و تربیت یک ملت وحشی بوده، منظورش اعراب اون زمانه و این شایسته و شاینده دوران جدید و مردم ایران نیست و اشاره میکنه که این حجاب در واقع یک پدیده بسیار منفی در جامعه ایران هست. البته عرض کردم که چون موضوع اساسی جامعه نبوده، دغدغه اصلی اونها پیرامون حجاب نبوده، به طور گذرا به اون اشاره میکردن. یک نمونه دیگری هم که باز از اون دوران داریم، جلیل محمد قلی‌زاده در مجله ملا نصرالدین به حجاب انتقاد کرده که باعث شد که روحانیون رو تکفیر کردند و خودش گفته که دوستانم نصیحتم کردن که در کوچه و بازار آفتابی نشوم. یعنی در میان مردان روشن فکر اون زمان هم فکر نقد به حجاب بسیار رواج داشته و زنان هم نسبت به اون بسیار، زنان به هر حال پیشرو و تعداد محدودی از اونها هم با دانش بودن، یعنی امکان درس خوندن داشتن، اونها هم پرخاش میکردن به طور بسیار سربسته. اما در بیشتر نوشته هایی که از اون دوران قدیم باقی مانده نشان میدهد که مشکل اساسی اونها شاید بیشتر آموزش بوده تا حجاب، بیشتر دغدغه فکریشون حق زنان برای آموزش برابر با مردان بوده تا اینکه ضرورتا موضوع حجاب رو مشکل اساسی قلمداد کنن. و در واقع نقد به حجاب بعد از گسترش آموزش زنان در ایران بالا میگیره و بعد از پیدایش روزنامه‌های زنانه به قول خودشون در اون دوران بالا میگیره. یعنی اونجاست که در واقع فکر نقد به حجاب در جامعه ایرانی به طور گسترده مطرح میشود و بنابراین باید گفت که خیلی سالها پیش از آنچه که به نام 17 دی شهرت پیدا کرده، نقد به حجاب و فکر کنار گذاشتن حجاب در جامعه ایرانی مطرح شده بوده. یعنی زمینه مهیا بوده. زمینه مهیا بوده و خیلی از کسانی هم که در این زمینه کار کردن، خب واقعا میتوان گفت زمینه ساز این کار بودن. مثلا خانم بی بی خانم استرابادی در معایب الرجال اگرچه به حجاب برخورد نکرده ولی به هر حال نشانی از این است که او
همه موانعی رو که در مقابل رشد زنان قرار دارد و جلوی برابری حقوق اونها رو با مردان میگیره رو بهش آشنایی داشته. حتی در جایی شکایت میکنه که در کشورهای اروپایی چرا زنان میتوانند در کنار مردان با مردان برقصند، دست مردان رو بگیرند، ولی در کشور ما چنین کاری گناه محسوب میشود. خب طبیعی است که در ذهن زنی که این گونه میاندیشیده و حق زن رو میداند که با مرد برقصد، طبیعی است که فکر کنار گذاشتن حجاب هم مطرح بوده، اگرچه که این فکر رو نمیتوانسته به صراحت مطرح کنه. البته یک بیبی خانم دیگری که اون هم اسمش بیبی خانم بوده، بیبی خانم یا بیبی سردار مریم بختیاری، خواهر ناتنی علی قلی خان سردار اسعد و نجف قلی خان سمسام السلطنه، که خیلی زن روشن و با دانشی در دوران مشروطه بوده، او در واقع از نخستین کسانی است که صریح و روشن در خاطراتش راجع به حجاب نوشته و به رسوایی این حجاب اجباری اشاره کرده و گفته که چقدر زن رو در تنگنا قرار میدهد، و خاطرات بسیار بسیار ارزنده است که از نظر حتی مطالعه واقعا روشنگر بسیاری از مسائل اون زمان است و زن بسیار بسیار توانا و بسیار روشن فکری در زمان خودش بوده، کمتر هم به جامعه ایرانی از این لحاظ شناخته شده متاسفانه. در دوران مشروطه جالب اینجاست که یکی از دغدغه‌های فکری حتی روحانیون مشروطه خواه هم این بوده که مبادا مشروطه باعث گسترش بی‌عفتی و بی‌عصمتی زنان و از جمله کنار رفتن حجاب بشود. این رو حتی شما می توانید در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله معروف ناینی که کتابی است در پشتیبانی از مشروطه ببینید، که در اونجا کسی که از مشروطه پشتیبانی می کرده اعتراض به این می کنه که زنان دارن بی حجاب می شوند و می گوید که منظور ما از رسیدن به مشروطه برای فرستادن نوامیس خود بی حجاب به بازار و نزدیکی با یهود و یعنی به هر حال برابری فیما بین نبوده است. یعنی یهود و نصارا، یعنی منظورش اینی که ما قصدمون از مشروطه این نبوده که زنان خودمون رو، زنان رو نوامیس میخوندند، ناموس خودمون رو بی حجاب به بازار بفرستیم. اگر موضوعی نمی بوده او در کتابش به این مسئله اشاره نمی کرده. یعنی این فکر این که زنان بدون روبنده در بازار حاضر بشوند به حال رواج پیدا کرده بوده و نگرانی حتی روشن روحانیون منور الفکر اون زمان رو هم برانگیخته بوده که خیلی چیزها رو میپذیرفتند، ولی این بی‌حجابی زن رو دیگر نمیتوانستند بپذیرند. آقای امینی، بفهمید که این کوشش برای کنار زدن حجاب در مجموع کوشش‌های زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق خودشون و کسب برابری با مردان چه جایگاهی داشته؟ در آغاز کار شاید بتوان گفت که جنبه برجسته‌ای نمی‌داشت. یعنی در شاید اون زمانی که به تدریج فکر حقوق در میان زنان مطرح شده یا در میان مردانی که طرفدار حقوق زنان بودن مطرح شده، موضوع حجاب نخستین مسئله‌ای نبوده که به اون می‌اندیشیدند، بلکه به آموزش زنان و حق زنان در شرکت در زندگی اجتماعی می‌اندیشیدند، به ویژه آموزش، به ویژه پس از پیدایش مدارس نو در ایران از دوران میرزا حسن رشدیه که به هر حال فکر مدرسه نو رو به ایران آورد و دبستان‌های جدید در ایران ایجاد شد، فکر آموزش زنان هم دامنگیر شد و در واقع اونها بیشتر به روی آموزش زنان پافشاری می کردن تا حجاب. اما این دو با هم پیوند داشته، چون آموخته شدن زنان، با دانش شدن زنان، مفهومش این بوده که اونها دیگر نمی خواهند در منزل فقط بمانند و از همسرشون نگهداری کنند، بلکه می خواهند در زندگی اجتماعی هم فعال بشوند. فعال شدن در زندگی اجتماعی با اون
کفن سیاهی که بر اونها می پوشوندند امکان پذیر نبوده و اتفاقا یکی از زنان پیش قراول همین موضوع مقابله با حجاب یکی از دختران میرزا حسن رشدیه است، شهناز آزاد، که بعدها همسر یک فرد آزادی خواه دیگری ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای می شود. البته پیش از اون اگر شما به خاطرات حتی کسانی مانند مونس الدوله ندیمه حرمسرای ناصرالدین شاه بنگرید، اونجا هم باز اشاره‌ای می کند به طور گذرا به اینکه دغدغه حجاب در اون میان اونها مطرح بوده، ولی بیشتر مسئله آموزش حجاب رو تحت تأثیر خودش قرار میداد. یکی از نخستین جاهایی که در واقع بعد از مشروطه فکر درگیری با حجاب بالا میگیرد در مدرسه عالی اناسیه آمریکایی است، در یا آموزشگاه دخترانه آمریکایی در تهران، که 10 سال پیش از مشروطه آغاز شده بوده و شماری از ایرانیان مسلمان هم در اون درس می‌خوندن و در دوران بعد از مشروطه هم ادامه پیدا می‌کنه. خانم مرتاج بدرالدجا یا رخشان تهرانی شاید یکی از نخستین زنانی باشه که در اون زمان با بدون حجاب در فارغ التحصیلی خودش، یعنی اولین کسی است که فارغ التحصیل دبیرستان شده در ایران تا اونجایی که آگاهی داریم، و او بدون حجاب در مدرسه در مراسم فارغ التحصیلی خودش شرکت کرده و اونجوری که خاطرات خودش میگوید نوعی که او به مدرسه وارد شده خیلی جالب است، چون برای اینکه بتواند به این مدرسه برود میروند خودش و خواهرش به خانه عطابک، اونجا در واقع بست میشینند تا پدرشون به اونها اجازه بده که به این مدرسه بروند، و خود او هم بعدها مدرسه دخترانه ام المدارس رو در تهران ایجاد میکنه. و جالب اینجاست که اولین کسی است که یک روپوشی رو درست میکنه، طراحی میکنه یک روپوشی رو که به جای چادر دخترها بر سرشون بکنن، که روپوشی بوده که یک کلاهکی هم به اون بسته بوده که به جای چادر در واقع اون کلاهک رو روی سر بکنند، و این هم با واکنش های بسیار گسترده ای روبرو می شود. و میرزاده عشقی هم شعری درباره این آموزشگاه و این خانوم داره که با این عبارت آغاز میشه: دلبرا ای که تو را طبع هوس پرور من مهربان کرد که دستی بکشی بر سر من. و این در مورد همین خانم مرتاج رخشان تهرانی است که از شمار نخستین زنان پرچمدار نقد به حجاب در جامعه ایرانی به این معنا بوده. پیش از اون بعد از اون هم کسان دیگری در این زمینه بسیار نقش داشتن، و باید گفت که نادرست است اگر گمان کنیم که فکر کنار گذاشتن حجاب در واقع از 17 دی 1314 شروع شده، چون حتی در سالهای پیش از اون در سال 1304 خورشیدی همین همسر خانم شهناز آزاد یعنی ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای یک انجمنی درست کرده بوده به نام انجمن بانویان. این انجمن بانویان 18 نفر هم عضو پیدا میکنه که آقای داور هم یکی از اعضای این انجمن بوده، یک نیمچه حزبی بوده که یکی از مسائل اصلیش این بوده که آموزش زنان و رفع حجاب رو رواج بدهن. خود او به زندان میفته به خاطر داشتن جلساتی برای کشف حجاب، جلساتی که معروف شده بوده که زنان در کنار مردان بدون حجاب شرکت میکردن، به زندان افته. در خاطرات خودش هم نوشته که در سال 1307 یک شعر بلندی رو تهیه کرده و موقعی که رضا شاه از مراغه میگذشته یا به مراغه آمده بوده به او داده و از او تقاضا کرده که او رو از زندان آزاد بکنه، و حتی اولین کسی شاید باشد در اون دوران که به طور رسمی از رضا شاه خواسته بوده که پیش قدم بشود و فکر کشف حجاب رو در جامعه
رسمی و علنی بکند و مشوق زنان برای کنار نهادن حجاب بشود. البته این برمیگردد به سال 1307، یعنی 7 سال پیش از 17 دی 1314، که نشان میدهد در اون زمان این نوع افکار و اندیشه‌ها در جامعه وجود داشته. خانم صدیقه دولت آبادی هم یکی دیگر از کسانی است که در این زمینه بسیار نقش پیشرو داشته در مورد حجاب، یا خانم فرخ‌الدین پارسا